این چه مزخرفیه، این چه مسخره. لاس این چه گویه هر شب نگاه میکنی تو؟ اونم چش چه میشه؟ تر نداره که هزار قسمت سرکاری. بذار من شروع شد کو کنترل. دلشو داری ببینی؟ چیو؟ خیلی چیز من نداشتم ولی الان دارم. خیلی خوب، اینم حیثیت گم شده یه نهم تموم شد رفت پی کارش. من خودم ناراحتم داره تموم میشه کار، کاش 100 قسمت بود. دیس‌های بسیاری نثار پهلوانزاده کردیم در طول بررسی‌ها، ولی باور کنید که عمدی در کار نبود. همش تقصیر خود پهلوانزاده است. اگر یادتون باشه حیثیت گم شده در اپیزود اول یک آغاز شایانه توجه داشت و بعد یک اپیزود دوم کاری که جهت حرکت تا قسمت نهم رو مشخص می‌کرد و مدام بهمون میگفت که من خیلی جالبم، بهم امیدوار باش، اما بعد تموم شد. آب قطع یا به تعبیری گرفته شد تو سریال و رسماً از اپیزود 3 به بعد در منجلاب توهمات پهلوانزاده گرفتار شدیم. حالا درسته یکی دو اپیزود اون وسط دوباره سریال علائم حیاتی نشون داد، اما در پایان حالا که حیثیت گم شده از ابتدا تا انتها جلوی چشمامه، به نظرم اون اپیزود اول و دوم حکم رنگ روی کلاغ جهت تبدیلش به قناری داشت، یا شاید هم بهتره بگم شیره‌ای که روی سر ما میماله پهلوانزاده، البته سر انگوش خان. اما به نظر من این حرکات پهلوانزاده که به عطر مهدویان آغشته شده به نوعی توهین به ما مخاطبین بود. پس الان نشونت میدم پهلوانزاده. و فقط لطفا قبلش سابسکرایب کنی، چون پهلوانزاده این بختک گم شده رو از رو بخت شبکه نمایش خانگی برداشته. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی. ببینید عزیزان، رفتن به اپیزود آخر حیثیت گم شده و بررسی مو به مو شاید کار چندان درستی نباشه. البته نمیخوام منکرشم، اینکه همه چیز زیر سر تخمینه بود شوکه کننده بود. نه خودشو که در طول پخش سریال چندین بار در کامنت ها اشاره کرده بودید که تخمینه احتمالاً پشت همه قضایاست، و اصلا کاراکتر دیگه‌ای هم توی سریال نبود که بخواد این نقش آدم بد رو به عهده بگیره. اما با این حال اینکه تو مجلس با فرشاد مواجه شدیم، امیر فرشاد رو کشت، خشونت‌های زخم کاری تایپ، و بعد فکر کردیم همه چی تموم شده رفته، اما چندی بعد رو دست خوردیم و فهمیدیم همه اینا نقشه پلید تخمینه بدذات بوده. این بخشش غافلگیر کننده بود و همین کل حیثیت گم شده دو اپیزود ابتدایی و این پایان بندی بود. بقیه‌اش همش اتلاف پول و وقت و این رنجش دو طرف از پهلوانزاده. یعنی وقتی برمیداری این شلم شوربا رو برپا میکنی، هم خودت ضرر میکنی هم ما. بازم سپاس از مهدویان که سر پهلوانزاده رو گرم حیثیت گم شده کرد تا نتونه زخم کاریو تدوین کنه. ولی خودمونیم، فیلم کوتاه بدی در نمیومد از این طرح مهدویان برای حیثیت گم شده. اما جدی پهلوانزاده، واقعا الان انتظار داشتی که از مرگ سفتر ناراحت شیم یا خودت هم در جریانی که کک کسی نمیگزه؟ خب اولا که این برای بار صدم، خود امیر کلم برای من فاقد هیچ گونه اهمیت میباشد، چرا که امیر کلم است، هیچ شباهتی با انسان ندارد. بعدم این به کنار، آخه پهلوانزاده تو چی دیدی یا چی داری میبینی تو توهمات عریض و طویلت؟ سفتر دست رو بوق میاد تو پارکینگ مجلس، بعد پیاده میشه که بکشنش. تو جی تی ای هم دیگه آدم 3 ستاره به بالا که میشه در به در دنبال ماشین میگه، چون میدونه میشه باش آبسو زیر گرفت. سریال تموم شد پهلوانزاده، تو رو خدا حواستو جمع کن، این کاشتای دراماتیک دقیقه 90 تو ببین. سفتر چرا اسمتو به اسماعیل تغییر دادی؟ چون گنگتره. آخه حتی سفتر یه پاسخ منطقی هم نمیده که بعد مرد ناراحت شیم. واقعا کدوم اسپلاتی تره پهلوانزاده، سفتر یا اسماعیل که یقینا در نهایت اسی خطاب میشه؟ پک و پول پولا پک، شب و روز شدن میاد ترک تو بکنه رپ جیبمون و هیل. و در مورد گره تخمینه، فارغ از قابل پیش بینی بودنش، بعد بگم که پهلوان زاده این موقعیت جالبی بود. ولی سوالم ازت اینه که این تخمینه با این همه ایده در سر، و ما دیدیم بارها و بارها در طول سریال، تخمینه چه بازیگر ارزنده‌ای در عرصه زندگیه که این همه سال حقارت و عقده حبس شده در سینه رو پیش خودش نگه داشته. ولی خب پهلوانزاده، خودمونیم، در حقیقت تخمینه هم فقط کلم بوده، و تو نمیتونی یه کلم بذاری تو سریال بعد بگی خب ببینید همه چیز زیر سر این کلم بود، غافلگیر شدید. فکر می‌کنم بهترین مثال برای اجرای این کانسپت بازی کوین اسپیسی در یوژوال ساسپکتس باشه. ولی پهلوانزاده، این تویست تو هیچ بیلداپی نداره، هیچ روندی نمیبینیم، مقدمه ای نداریم، و این منو میترسونه و باعث میشه به این فکر کنم که نکنه همه این سبزیجات از قبیل گوجه، کرفس، چنبلیله یا خیار که تو سریال کاشتی به خاطر این بوده که مشخص نشه تخمینه داره نقش کلمو بازی میکنه.
ایزی ایزی تمام ولی خدای پهلوان زده برات وقت گذاشتیم، راجبت صحبت کردیم، این همه باستاب و فیدبک توی یوتیوب سینمایی راجب سریالت هست، نری دوباره تو بعدی با کلم بیای. اینا انسانن، باید رفتار انسانی داشته باشن، شخصیت، ایده، فکر، و به نظر تو به این مسائل نمیاندیشی اصلا. و گس وات، سینما همینه مرد، یکم فکر کن ببین کجا وایسادی. زخم کاری تدوین کردی، خوب بود، سقوط و کارگردانی کردی، توجه ها رو جلب کردی چون کارت فضا داشت، اما این حیثیت گم شده یه لکه سیاه تو کارنامته. البته فکر میکنم در نهایت خیرت به بقیه رسید و برای مهدی حسینی نیا بد نشد. البته به جز این زخمای کاری که گویا پهلوانزاده در طول فیلمبرداری حیثیت گم شده زده به مهدی حسینی نیا، حالا امیدوارم حداقل این تتو رو اشتباهی نکوبیده باشم پشت بازوی امیر. انقدر سینی اومد خورد تو پیشونیش و این خونی که ریخ اصلا طبیعی. حالا اگه فکر من جلوه بجاست نه. ببین پهلوان زاده، اگه خوب فکر میکردی دیگه امیر نمیرفت لوگوی مجلس رو تتو کنه، اگه خوب فکر میکردی سریال با ماجراهای سر کار امیر پر نمیشد. چی بود این مسئله کار امیر؟ پهلوان زاده داشت بهمون نکته ای اضافه میکرد، میخواستیم امیر رو بیشتر بشناسیم، آخه امیر اصلا نیازی داره به بیشتر شناخته شدن. به نظرم رو اینا کار کن، چون نورپردازی تو و طراحی صحنه و لباست خیلی از مال مهدویان جلوتره، ولی تو برعکس اون مشکل فیلمنامه عدیده داری. بازم تاکید میکنم به نظرم باید بیشتر به درک انسان تن بدی و برای این کار باید خودتو نگاه کنی، پس برو جلوی آینه پهلوان زاده. ان در یو هاف ایت. لطفا پهلوان زاده رو تشویق کنی، جوون زحمت کشیده و شت گی وای با از خاطر بردیم، یه میکس لطفا. پهلوان زاده ممنونم به خاطر گی وایپ های متعددی که در سریال توضیح کردی. به اپیزود پایانی حیثیت گم شده 6 میدم، همون نمره‌ای که به اپیزود اول فصل دوم زخم کاری دادم. پس ویدیوهای زخم کاری رو از قلم نندازید، داریم حسابی روی فرانچایز زخم کاری کار میکنیم، بیاین راجبش با هم صحبت کنیم. و در ضمن ویدیوی شبکه نمایش خانگی که در اون در آن واحد دیس همگانی به تمام آثار شبکه نمایش خانگی روی صحنه میره، در راه منتظر باشید. Love from Coffee Cinema and farewell.